پروفسور مجید سمیعی، متولد 29 خرداد 1316، رئیس بیمارستان تخصصی علوم عصبی هانوفر در آلمان که خودشون هم بنیانگذارش بودن. به طور کلی در آلمان اقامت دارن ولی برای جراحی‌های مغز و اعصاب به ایران سفر میکنن. ایشون در مراسمی در کنار رئیس جمهور وقت ایران حسن روحانی و مقام‌های عالی رتبه نظام حضور یافتند. از جوایز ایشون میشه به نشان افتخار درجه 1 دولت فدرال آلمان در سال 1988، جایزه ابن سینا، چهره‌های ماندگار، جشنواره خوارزمی و مدال طلای نیکولای در سال 2018 اشاره کرد. ایشون پس از به پایان رسوندن دوره متوسطه در دبیرستان شهید بهشتی شاپور رشت عازم آلمان شدند. در سال 1977 ریاست بیمارستان جراحی مغز و اعصاب در شهر هانوفر رو به عهده گرفتن و در سال 1986 کرسی جراحی مغز و اعصاب در دانشگاه لیدن هلند و در سال 1992 به ریاست فدراسیون جهانی انجمنهای قاعده جمجمه انتخاب شدند. خب کم کم بپردازیم به حاشیه های ایشون. پروفسور مجید سمیعی چندین سال هستش که کلن به طور رسمی از ایران مهاجرت کردن، ولی خب برای معالجه مقام های جمهوری اسلامی ایران همیشه در رفت آمدن. اولین ارتباط ایشون با جمهوری اسلامی تیر ماه 1360 بود که آقای علی خامنه ای هدف سوء قصد قرار گرفتن و دست راستشون آسیب خیلی جدی دید. اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات ششم شهریور 1360 خود نوشتن که جلسه خصوصی با خامنه ای، محمد جواد باهنر و محمد علی رجایی رئیس جمهور وقت داشتیم. خامنه ای اطلاع دادن که پروفسور سمیعی که از آلمان برای معالجه دست ایشون آمدن، گفتند که ممکن است دسته ایشون به حالت اولیه بر نگردد و حرکت کامل پیدا نکند. اما بعد از 5 ماه در معاینه بعدی خامنه ای نظر دیگری دادند. گفتند از پیشرفت وضع دسته ایشون راضی بودند و رو به بهبودی است و گویا عمل احتیاج ندارد. پروفسور مجید سمیعی در تمام 14 عمر جمهوری اسلامی در خدمت مقام های آن بوده. اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات 19 اردیبهشت سال 1369 خود نوشته: دکتر سمیعی به ایران آمده و از نتیجه راضی بوده و گفته چیز مهمی نیست و نیاز مراقبت دارد. مجید سمیعی در این سالها نیز میزبان مقام‌های جمهوری اسلامی در آلمان هم بوده. ایشون در سال 95 در برنامه دورهمی با اجرای مهران مدیری در صدای سیما ایران شرکت کرد. ایشون دوبار هم با برنامه بی بی سی فارسی مصاحبه داشتن که در مصاحبه دوم سوال‌های راجع به بستری شدن هاشمی شاهرودی ازشون کردن، انتقادات زیادی بهشون وارد شد. نصرالله معین وقتی برای اولین بار در شهر هانوفر کنسرت گذاشتن، پروفسور سمیعی روی سن اومدن و صحبتهایی کردن. بریم با هم این صحبتاشون رو بشنویم. نهایت تشکر میکنم که به هانوفر آمدن، همین یاد از تیمشون با ایشون همکاری میکنم، همه دانه بسیار عالی هستم. خود این حقیرم چون یه علامه روزه بیدارد و در راه هم تا اندازهی وارد هستن. بی توجهی ایشون به اتفاقات و اعتراضات داخل ایران و صحبتهایی که در اول این مستند براتون کردیم، همه اینا باعث شد که در کنسرت اخیر آقای ابی در شهر هانوفر اتفاقاتی که مشاهده کردید بیفته.
آزادی.